فیلم لهستانی در تاریکی یکی از 5 فیلم نامزد شده برای جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است. این فیلم درباره مردی فرصت طلب است که در زمان جنگ جهانی دوم در ازای دریافت پول یهودیان فراری را مخفی می‌کرد. کارگردان این فیلم یکی از فیلمسازان پیشروی لهستان است و پیشتر هم دو بار در دهه‌های 80 و 90 میلادی نامزد دریافت اسکار شده بود. خانم هولاند که به ساختن فیلم‌های سیاسی شهرت دارد می‌گوید: جایزه مثل خامه‌ای روی کیک می‌ماند که البته خوشمزه است، اما برای من تماشاگران در درجه اول اهمیت قرار دارند، مخصوصاً با فیلمی که چندان گیشه‌پسند نیست. این فیلم به هیچ وجه به بازار نظر ندارد. با این حال بسیاری از لهستانی‌ها برای تماشای آن به سینما رفتند. اما میلیون‌ها فارسی زبان در جهان روز 7 اسفند منتظر ادامه موفقیت‌های بین‌المللی فیلم جدایی نادر از سیمین هستند. این درام خانوادگی درباره زوجی است که به دلیل اختلاف نظر بر سر مهاجرت از کشور، زندگی مشترکشان به مشکل برمی‌خورد و مجبور به جدایی می‌شوند. این فیلم با هزینه ساخت اندک $500,000 در بخش اسکار فیلمنامه تألیفی هم باید به رقابت با فیلم‌های پرخرج هالیوودی برود. وحید نیکای آزاد کارگردان ایرانی میگوید: فیلم فرهادی فیلم شیک تمیز ارشاور راجع به زندگی شهری طبقه متوسط، تلخی حتی اونقدر نیست، اصلا سیاه نمایی نداره. خب حالا این جایزه ها البته ما رو خوشحالتر میکنه و امیدوار میشیم که سینمای ایران توی اون سطح بین المللی هم جایگاه خودشو پیدا بکنه. یکی از رقبای جدایی نادر از سیمین از اسرائیل میآید. موضوع فیلم کمدی پانویس رابطه پیچیده یه پدر پسری است که با رقابت بر سر تحصیلات عالی آغاز می شود، اما پسر با موفقیت هایش پدر را در سایه قرار می دهد. دولت ایران با معرفی جدایی نادر از سیمین به عنوان نماینده این کشور در اسکار به طور ناخواسته دست به اقدامی زد که همواره از آن پرهیز داشته، آن هم رقابت با اسرائیل. کارگردان این فیلم میگوید: من تصور میکنم که مثلا در روز مراسم بر روی فرش قرمز راه بروم و با همسرم یا یکی از تهیه کنندگان دست بدهم، اما دست دادن با کارگردان ایرانی هم شاید کاری باشد که انجام بدهم. باید اعتراف کنم که حضور این دو فیلم در رقابت های اسکار کمی شاعرانه است. موسیو لاجار فیلم کانادایی تکان دهنده است که به مشکلات مهاجران میپردازد. بشیر لاجارد الجزایری معلم مدرسه ابتدایی است و جایگزین معلمی شده که خودکشی کرده. او که یک پناهنده است، مشکلات شخصی و خانوادگی فراوانی دارد. این مشکلات با اختلافهای فرهنگی موجود تشدید هم شدند. نویسنده و کارگردان فیلم میگوید: وقتی که نام نامزدها را میخواندند من داشتم ناامید میشدم و با خودم میگفتم که در اسکار امسال جایی ندارم، اما ناگهان نام کانادا را شنیدم و از خوشحالی فریاد زدم. حتی نتوانستم اسم دیگر فیلمها را بشنوم. در حالی که موضوع 4 فیلم دیگر انسان‌ها و روابط آنهاست، فیلم کله گاو به تجارت غیرقانونی دام می‌پردازد. موضوع این فیلم بلژیکی اگرچه به ظاهر پرواربندی و رشد هورمونی گاو هاست، اما در واقع داستان غم‌انگیز سرنوشت دلالانی است که در این مسیر خود را تباه می‌کنند. کارگردان این فیلم می‌گوید: من بسیار تلاش کردم تا فیلمی که می‌سازم در حد امکان اصل و معتبر باشد، در خاک بلژیک و یک داستان واقعی از بلژیک. البته منظور من نمایش تراژدی نقش اول داستان است، اگرچه خود من هم تا حدی از سینمای آمریکا تأثیر گرفتم. از میان فیلم‌های نامزد شده در بخش اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، فقط نماینده ایران است که توانسته به مرحله نهایی دو بخش راه پیدا کند. Dat klopt dit net. Aan alle mogelijke slagdaten. Zo klaar.